اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل دقایقی پیش در اجلاس مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کرد. این سخنرانی به دعوت کوین مکارتی رئیس جمهوری‌های مجلس نمایندگان و به عنوان بزرگداشت 75مین سالگرد تشکیل دولت اسرائیل و همچنین به نشانه حمایت کنگره آمریکا از اتحاد و دوستی میان ایالات متحده و اسرائیل صورت گرفت. همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره با ما همراه است. خانم آراسته، از مهمترین بخش سخنرانی آقای هرتزوگ بگید لطفا. سخنرانی اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در اجلاس مشترک امروز با هدف نشان دادن آنچه ایشون پیوند ناگسستنی میان اسرائیل و آمریکا توصیف میکنه صورت گرفت و همزمان هست با نگرانی های دولت پرزیدنت بایدن در مورد مواضع دولت بنیامین نتانیاهو در ارتباط با بازنگری قضایی و شهرک‌سازی در کرانه غربی باختری و همچنین همراه هست با تلاش دولت بایدن برای به یک نوع توافق جدید اتمی با ایران. آقای هرتزوگ در سخنرانیش امروز با شرح تکامل و تاریخچه اسرائیل و تبدیل اون به کشور دموکراتیک بر مبنای برابری آزادی و حقوق سیاسی و اجتماعی گفت اکنون اسرائیل همراه با آمریکا با بزرگترین چالششون که تهدید جمهوری هسته‌ای جمهوری اسلامی هست روبرو هستند. آقای هرتزوگ اضافه کرد ایران تلاش هسته‌ای رو نه با هدف سلطه طلبانه بلکه به عنوان یک بزرگترین خطر و تهدید علیه ثبات منطقه خاورمیانه و فراتر از اون پیگیری میکنه و همچنین گفت در داخل هم با سرکوب وحشیانه مردم خودش حمایت ایران رو مردم ایران رو ابدا نداره و دست داده و او گفت که اسرائیل و آمریکا باید با حمایت جهانی قویاً برای مهار تهدید اساسی جمهوری اسلامی علیه امنیت جهانی اقدام بکنن و اضافه کرد که من با تکرار موضع مقامات دولت اسرائیل اینجا تکرار میکنم که کشور اسرائیل مصممه که ایران رو از دستیابی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای بازداری بکنه. آقای هرتزوگ پیش از سخنرانی امروزش با کوین مکارتی رئیس مجلس دیدار کرد. دیدارهایی هم با رهبران هر دو حزب و هر دو شاخه کنگره خواهد داشت که در اون به طور احتمال زیاد مسئله ایران و تهدیدهای اون مطرح خواهد شد و مذاکره خواهد شد. مجلس نمایندگان سه شنبه قطعنامه‌ای رو به رهبری جمهوری خواهان با اکثریت 400 رای تصویب کرد که در اون مجدداً بر حمایت قوی دو حزبی از اسرائیل تایید کرد که به وضوح یک نوع توبیخ ضمنی هست در مورد یک نماینده دموکرات که هفته پیش اسرائیل رو یک دولت نژادپرست خونده بود و پس از اون عذرخواهی کرده بود. ممنونم خانم شهلا آراسته از مقابل کنگره آمریکا با ما با گزارشی مربوط به سخنرانی رئیس جمهوری اسرائیل در کنگره. سپاسگزارم.